آیا اسپری کردن الکل روی بدن میتونه از ورود ویروس روی زبان میتونه از ورود ویروس کرونا به بدن جلوگیری کنه؟ این ویروس میتونه از طریق ترشحات جنسی منتقل بشه. آیا ویروس میتونه روی گل یا سبزه عیدم وجود داشته باشه؟ به این سوالا امروز جواب میدیم. شما هم از این فرصت استفاده کنین و سوالاتتون رو با هشتگ از ما بپرس برامون بفرستید تا مهمون ما مستقیم جواب پرسشاتونو بده. روزتون بخیر. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه. امروز دکتر گودرز دانایی متخصص همگیرشناسی از دانشگاه هاروارد مهمون ما هستن و همینطور فرن تقی‌زاده در استودیو تا از نگرانی‌های شما در شبکه‌های اجتماعی به ما بگه. بله، این روزها تو شبکه‌های اجتماعی موضوع‌های متعددی در مورد کرونا مطرح شده. امروز دو دغدغه اساسی رو براتون انتخاب کردم که بگم. آیا ویروس کرونا بر حس بویایی و چشایی تاثیر می‌ذاره؟ و بحث سلامت پناهجویانی که از ترکیه به کشورهای دیگه هم رفتن و در اون کشورها در کمپ‌ها قرنطینه شدن هم مطرح شده. آیا قرنطینه دست جمعی روش درستیه که این کشورها انجام دادن؟ به این موضوع‌ها خواهیم پرداخت. بریم پیش دکتر برنامه امروزمون و نازنین. دکتر دانایی، خوش اومدید به برنامه و ممنون از وقتتون. بریم سراغ سوال اول که در مورد الکل هست. سلام بر شما خانم معتمدی و بینندگانتون در تهران و جاهای دیگه. عرض کنم خدمتتون که الکل رو الان هم سازمان بهداشت جهانی و سایر سازمان‌های پیشگیری از بیماری‌ها در همه کشورها به عنوان ضدعفونی کننده برای سطوح توصیه کردن، اونم الکل 70% و بالاتر. دکتر دانایی ببخشید، قبل از اینکه شما ادامه توضیحاتتون رو بدین اجازه میدین سوال مخاطبا رو بشنویم و بعد شما پاسخ بدین. خواستم بدونم بتادین تأثیری روی ویروس کرونا داره؟ چون من خودم مشکل ریه دارم، الکل واقعا اذیتم میکنه. آیا اسپری کردن یک یا دو پاف اتانول به جلو میتواند از نفوذ ویروس کرونا به ریه رو بفرمایید؟ پاسخ شما رو میشنم. خواهش میکنم. در مورد بتادین، بله، بتادین تأثیرش روی این ویروس مشخص نه، ولی ویروس های همین فامیل قبلا بررسی شده و با غلظت هایی که به طور معمول استفاده میشه بتادین برای ضدعفونی کردن سطوح میتونه استفاده بشه. در مورد اسپری کردن الکل، نه، در واقع الکل برای ضدعفونی کردن سطوح توصیه شده و اونم الکل 70% و بالاتر است که از کردن خودتون روی سطوح میتونن، سطوحی که مثل دستگیره در، سطوحی که پیش بینی میشه یا دیده شده که بیماران ممکنه باهاش تماس داشته باشن یا کسانی که ما نمیدونیم بیمار هستن یا نه، از اون الکل برای اسپری کردن روی سطوح استفاده میشه. ولی خب بینی و چشم راههای اصلی ورود این بیماری هستن. اسپری کردن الکل روی دهن تأثیری نداره. در واقع الکلی که حالا به عنوان شرب مطرح شده، ویروس در واقع داخل سلول ها تا حد زیادی پنهان هست از اون الکل و اسپری کردنش رو دهان یا خوردنش به هیچ وجه نمیتونه باعث پیشگیری از این ویروس بشه. الکل صنعتی که اخیراً ده ها نفر رو مسموم کرده و جان خیلی ها رو گرفته، تفاوتش از نظر ظاهری برای یه فرد عادی با الکلی که نوشیدنی هست و ضرری نداره چی هست؟ یعنی متانول و اتانول فرقشون از نظر ظاهری چیه؟ برای افراد عادی قابل تشخیص نیست متاسفانه. فقط هم متانول نیست، الکلی که برای مصرف نوشیدن درست شده نشده باشه میتونن سموم دیگه‌ای بهش میتونه اضافه شده باشه که قابل تشخیص نیستن و بنابراین اولا که اصلا مصرف الکل به صورت شرب و خوراکی تأثیری در پیشگیری از بیماری نداره، اولا برای اینکه تأثیری نداره در این شرایط همونطوری که خودتون گفتین باعث خطر میشه اگر الکلی که استفاده میشه اصلا سورسش قابل اعتماد نباشه و امکان داشته باشه که مواد سمی توش باشه. متانول و اتانول رو در آزمایشگاه و با روش‌های شیمیایی میشه از هم دیگه تشخیص داد، ولی این کاری نیستش که دوستان بتونن تو خونه انجام بدن یا بینندگان. خیلی ممنون. سوال مخاطب بعدی رو بشنویم. آیا ترشحات جنسی چه مردان چه زنان میتونه به ویروس کرونا آلوده باشه؟ مورد ویروس کرونا و ابتلای ویروس کرونا از طریق رابطه جنسی رسیده بهمون. ترشحات جنسی میتونه حامل ویروس باشه، ولی باز تاکید بر این هستش که انتقال اصلی ویروس از راه تنفسی، از راه اون قطرات ریز هست که از راه بینی، دهان، چشم منتقل میشن. در نتیجه اگر یکی از ازواج مبتلا باشه، توصیه اصلی سازمان بهداشت جهانی و همه مراکز این هستش که اون طرف باید در قرنطینه باشه در داخل خونه و اصلا تماسی با سایر افراد خونه نداشته باشه. اگر علائم نداشته باشه چی؟ حتی اگر علائم نداشته باشه، اگر مشکوک هست باید همچنان در قرنطینه باشه تا 2 هفته. اگر علائم اصلا ظاهر نشد اون وقت میتونن از قرنطینه بیان. بسیار عالی. سوال سما از تهران رو بشنویم.
ویروس آیا روی گیاهان هم میشینه یا نه؟ مثلا اگه سبزه برای عید بخریم یا گل برای عید بخریم، آیا روی اینها هم میتونه این ویروس وجود داشته باشه یا نه؟ سوال خیلی از مخاطبامون هست، هم سبزه، گل و گیاه الان شب عیدم هست. بله، با توجه به اینکه شب عید هست این سوال‌های به این صورت مطرح میشه. جواب کوتاهش هستش که بله، امکانش وجود داره، ولی دوباره تاکید میکنم که راه اصلی در واقع تماس نزدیک با یک بیمار دیگر هست. و تماس نزدیک رو همینطوری تعریف کردن که بیش از 10 تا 15 دقیقه در فاصله کمتر از 1 متر با اون طرفی که بیمار هست، حالا با علامت یا بدون علامت، در تماس باشه. در نتیجه من جوابم به این دوستانمون هستش که مشکل اصلی هستش که آدم بخواد بره بازار و در تماس نزدیک یا طولانی احتمالاً حتی اگر شده تو صف وایسه برای خرید اینجور اقلام، اون خطر اصلی است. اینکه حالا کسی که خودش کرونا ویروس داره سرفه یا عدسه روی اون جنس کرده باشه، حالا گل یا سبزه، و ما بعداً به اون دست بزنیم و بعد دستمون رو علارغم تمام توصیه‌های بهداشتی به صورتمون بزنیم و قبل از اینکه شسته باشیم، اون زنجیره یک زنجیره کاملا نسبتا کم احتمالی است. احتمال بیشتر هستش که اگر بازار شلوغه، ما غالبا الان نباید تو بازارهای شلوغ بریم، در اجتماعاتی که بیشتر از 5-10 نفر هستن نباید باشیم. اون حضور در اون بازار برای در واقع خریدن اون سبزی یا گل هست که بیشتر عامل خطر میتونه باشه تا خود سبزی و گل. بسیار خوب، سوال الیاس رو بشنویم از افغانستان. با توجه به میزان مبتلا شدگان به ویروس کرونا در افغانستان و ایران طی 1 ماه گذشته، میشه گفت که ویروس کرونا در افغانستان به گونه کمتر یا آهسته تر در حال شیوع پیدا کردن هست. حالا در اینجا یک سری شایعاتی هست که میگن ویروس کرونا به دلیل اینکه مردم در یک کشوری که از لحاظ سطح زندگی و آب و آشامیدنی زیاد صحی و بهداشتی نیست، به همین دلیل کمتر مبتلا میشن به ویروس کرونا. آیا این حرف مخاطبمون درسته یا به خاطر اینکه تعداد آزمایش‌های تست کرونا کمتر انجام شده تو افغانستان تعداد ابتلا انقدر کمه به نسبت ایران؟ من فکر می‌کنم که بیشتر مورد دوم، احتمال ایمنی گرفتن به چیزی به ویروس‌های مثل کرونا و اینکه از ویروس‌های مشابه دیگر ایمنی وجود باشه از لحاظ تئوری وجود داره، ولی در عمل بیشتر به نظر میرسه که تفاوت‌های بسیار زیادی بین جامعه و کشور افغانستان و کشور ایران هست، گرچه همسایه هستیم، و اون تفاوت‌ها در تفاوتی که آدم‌ها چجوری با همدیگه معاشرت دارن، چند نفر جمع میشن، کجاها جمع میشن، اینها میتونه همه در اپیدمیولوژی این بیماری تاثیر داشته باشه. خب طبیعتاً ورود کیس، ایندکس کیس بهش میگیم ما، در واقع از کجا بوده، چند تا بودن و اونها با چه کسانی در تماس بودن، همه اینا مؤثر هست. بنابراین من فکر میکنم همونطوری که بیننده عزیز گفتن، اون بیشتر برچسب شایعه بزنیم به اون موارد بهتر است، به خصوص با توجه اینکه مورد در واقع ممکنه یک اعتماد به نفس کاذب در جامعه افغانستان ایجاد بکنه که ما ایمنی داریم و در نتیجه میتونیم توصیه های سازمان بهداشت جهانی و جای دیگر رو نادیده بگیریم، که اون وقت اون کاملا خطرناک خواهد بود برای افغان. خیلی ممنون. فرن نگرانی های این روزهای شما رو در شبکه‌های اجتماعی مرور کرده، بریم سراغش. بله، خیلی از شما اگر هم اهل شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر یا فیسبوک یا اینستاگرام نباشین، حتما در تلگرام یا واتساپ دیدین که مطالبی داره از طرف دیگران دست به دست میشه که در اونها تجربه افرادی گفته شده که از اخلال در حس بویایی یا چشاییشون به خاطر مبتلا شدن به ویروس کرونا نوشتن. برخی از اونها رو من در توییتر انتخاب کردم که با هم دیگه یک مروری کنیم و از مهمون برنامه بپرسیم که چقدر ویروس کرونا ربط پیدا میکنه به حس بویایی و چشایی، آیا اختلالی در این زمینه ها و این حس ها ایجاد میشه یا نه. این کاربر نوشته کلن علائم کرونا رو در خانوادهشون بررسی کرده. من به مورد خاله بزرگش اشاره میکنم که گفته با معده درد و تهوع شروع شد تب و سرفه و با بدن درد شدید و اخلال در حس بویایی داشته. این اخلال در حس بویایی تنها در خاله این کاربر دیده میشه. سپیده در این توییت نوشته که گویا این مشکل بعد از بیماری خودشو نشون میده، احتمال داره اون 4-5 روز 6-5 روزی که اول تب داشتن و بدن درد داشتن کرونا بوده و بعدش بویایی و چشاییم از بین رفته. گفته من الان 1 هفته تا 10 روزه که بویاییم صفره و همینطور چشاییم و حس میکنم که این علائم بعد از کرونا.
این مسائل اونقدر دقیق گفته نمیشه در شبکه‌های اجتماعی، فقط تجربه های کاربران هستش و به صورت علمی هن بعضی اومدن گفتن که ثابت نشده این قضیه. مثلا این کاربر که اسمش رو تغییر داده گفته از دست دادن حس بویایی در مورد این مسائل مینویسه، نوشته که احتمالش وجود داره ولی هنوز به صورت علمی ثابت نشده، پس اگر اختلال بویایی داشتید بیشتر از قبل مراقب اطرافیان خودتون باشین یا یه مدت بهتر ظرف و قاشق چنگال خودتون یا کلا وسایل بهداشتی که با همخونه یا دیگران که در خونه باش زندگی میکنین جدا کنید تا یه سری از مسائل بهداشتی رو از این طریق رعایت کرده باشید. این کاربر مهدی حامدی اومده نوشته که تجربه خانوادهش رو گفته باز، ولی گفته که چی شد که اونها بهتر شده این وضعیت براشون. گفته مامانم و مادر بزرگم هر دو مرخص شدن از بیمارستان، حس بویایی و چشایشون هم برگشته. شما هم نگران هر کسی هستید، امیدوارم که زودتر بهبود پیدا کنه. از مهمون برنامه‌مون امروز میتونیم بپرسیم آقای دکتر چقدر این ویروس کرونا و حس های بویایی و چشایی به همدیگه مربوطن و آیا اگر کسی کرونا بگیره لزوماً اختلالی در این دو حسش ایجاد میشه؟ ویروس خانواده ویروس های سرماخوردگی هست، بنابراین اصلا عجیب نیست که حس بویایی رو درگیر بکنه و هم محل ورود ویروس در واقع از طریق بینی هست که خب حس بویایی اونجا قرار گرفته، هم میتونه صدمه بزنه به حس بویایی، ولی این علامت اختصاصی نیست. یعنی اینکه سایر سرماخوردگی ها که هنوز هم با توجه به فصل در خیلی از جوامع دنیا در نیم کره شمالی شایع هستن این علائم رو میدن، بنابراین تکیه بر این علامت رفع حس بویایی و چشایی ممکنه باعث یه مقدار کانفیوژن یا گیجی بشه و اینکه کسانی که سرماخوردگی عادی پیدا کردن و علامت‌های دیگر رو ندارن نگرانی و پنیک براشون ایجاد بشه. علامت‌های اصلی بیماری همونطوری که مکررن گفته شده تب شدید هست، درد استخوانی هست و علامت‌های شبیه به فلو و آنفلانزا و تکیه بر اون علامت ها برای حالا تشخیص خودی بیماری مهمتر است از این علامت چشایی و بویایی. ممنون دکتر دانایی. صدای یه مخاطب دیگر بشنویم، ناصر که از تهران فکر میکنم بر ما فرست، نه از بوشهر بر ما فرست. ما هفته دو سه بار مجبوریم که بریم بیرون و آب خوردن تصفیه شده بخریم. حالا این سوال برامون مطرحه که آیا اصلا ممکنه آب آلوده بشه به ویروس کرونا و آیا ویروس کرونا از طریق نازل آلوده به ظرف آب منتقل میشه یا نمیشه؟ اگه احتمال آلوده شدن آب به ویروس هست ما باید چه کار کنیم؟ این مخاطب گویا آب رو از پمپ آب میرن تهیه میکنن. بله دوباره تکرار میکنم که راه اصلی انتقال ویروس تنفسی است و از تماس نزدیک با بیمار هست. راه های دیگه مثل راه آب آلوده خیلی احتمالش واقعا کم هست. اشاره کردم طرفشون که آب تصفیه شده میگیرن، اگر این آب بر اساس مبانی در واقع علمی و صنعتی مثل کلورین کردن یا موارد اینطوری تصفیه شده باشه احتمالش واقعا کم هست. اگر شهرداری یا اون منبعی که آب رو در واقع دارن توزیع میکنن توی جامعه بتونن اون کسانی رو که مسئول هستن هم تحت نظر داشته باشن که اگر در اون فازی هستن که خیلی بیمار هستن یا سرفه میکنن، امیدواری ما این هستش که اونها الان تحت مراقبت باشن و در حال کار و فعالیت نباشن و در نتیجه احتمال آلوده شدن آب رو واقعا مینیمالش بکنن. این راه اصلی انتقال بیماری به هر حال نیست. بهتر فوکوس در واقع روحی ما خیلی الان این باشه که اطرافیانمون رو حواسمون باشه که آیا خودشون اونها خودشون رو آیزولیت کردن یا نه و اگر کسی علامت داره یا مشکوک هستیم از رفت آمد با اونها بتونیم پیشگیری بکنیم. ممنون دکتر دانایی. صدای سینا رو بشنویم در مورد داروهایی که در دوران قرنطینه باید مصرف کنیم. فرض بذاریم که کرونا گرفتیم، من تو خونه باید چی کار کنیم توی اون یک یا دو هفته ای که میگم باید قرنطینه باشیم؟ چیزی باید مصرف کنیم؟ داروی خاصی هست یا نه همینطوری صبر کنیم خود به خود خوب بشیم؟ داروهایی که باید مصرف شه در دوران قرنطینه. بله، داروهای در واقع غیر اختصاصی هست که برای درمان درد و تب استفاده میکنیم، کما اینکه توی سرماخوردگی عادی مصرف میکنیم. میتونه استامینوفن باشه یا ایندومتاسین باشه و ازن بعضی بدنها به یکی یا دو از دو گروه کلی داروهایی که اشاره کردم از یک گروه بهتر از اون یکی جواب میدن و در دوز مناسبی که روی اکثرا پکیج همین داروها نوشته شده هر 4 تا 6 ساعت یک بار این دوزها رو میتونن استفاده بکنن. از نظر
نظر تغذیه هم خب هر چقدر که بدنشون رو بتونن بهتر و آماده تر برای مقابله با ویروس نگه دارن بهتر است و یک تغذیه سالم شامل پروتئین کافی و ویتامین های کافی، مواد معدنی کافی که در واقع این دو گروه اصلی ویتامین ها و مواد معدنی در میوه ها و سبزیجات به اندازه کافی هست. الان هم که خب شروع فصل بهار هست و اینجور میوه و سبزیجات بیشتر در دسترس هستن، یک تغذیه در واقع بالانس داشته باشن برای اون دوره بیماری، این فکر کنم بهترین توصیه‌ای که میتونیم الان ما بکنیم. درسته. حسین پرسیده که در ابتدای بیماری و درگیر شدن گلو، آیا غرغره کردن آب نمک یا سرکه تأثیری میذاره؟ نه، اصلا تأثیری نداره و همونطور که خیلی ها گفتن در واقع این ویروس از راه بینی، چشم، دهان وارد بدن میشه و بلافاصله وارد سلول ها میشه و داخل سلول ها تکثیر پیدا میکنه. بنابراین اینجور غرغره کردن هایش تأثیری بر پیشگیری از بیماری نخواهد داشت. سرکه هم همینطور. سرکه هم همینطور، بله. صدای امیر رو بشنویم، در مورد تب سوال داشتن. تبمون رو چه درجاتی مثلا باشه مشکوک به کرونا میتونه باشه؟ زیبا هم سوال مشابهی داشتن، گفتن با توجه به فشاری که روی سیستم درمانیمون هست، تبمون به چند درجه برسه باید مراجعه کنیم به بیمارستان؟ در واقع باید بگم که این مراجعه به بیمارستان خودش نکته مهمی است که باید در واقع الان خیلی روش تاکید بشه که کی و چگونه و حالا تب یه جزئیش ممکنه باشه. برای خیلی از کسانی که علائم غیر اختصاصی دارن، راجع به یک کاهش بویایی چشایی صحبت کردیم که ممکنه سرماخوردگی ساده باشه، ممکنه کمی سردرد باشه، ممکنه یه ذره گلو درد و آبریزش بینی باشه که اینا همه به نفع یه سرماخوردگی ساده است، به هیچ وجه نباید به مراکز درمانی برن. نه فقط به خاطر اینکه الان بار کار مراکز درمانی خیلی بالاست، بلکه به خاطر اینکه امکان داره که از مرکز درمانی آلوده بشن به کرونا ویروس. به خاطر این در مورد سرماخوردگی‌های ساده که میگم هنوز در واقع انتهای فصلشون هست و کاملا تمام نشده، کاملا باید برن و پیشگیری بکنن از رفتن به مراکز درمانی. اینکه تب تا چه درجه برسه که بشه بهش گفت حالا از الان به بعد شد کرونا ویروس، هم جوابی برای این سوال نداریم. تب در بعضی موارد تب شدید هست، در بعضی موارد خفیف هست، حالا ممکنه نزدیکتر به 40 درجه باشه یا 38 درجه باشه. این نمیتونه باز هم راهنمایی باشه برای شخص بیمار که آیا بره و خودش رو معرفی بکنه یا نه. الان مراکز درمانی در واقع فوکوسشون و تمرکزشون برای این هستش که سرویس بدن به اون کسانی که نوع شدید بیماری رو دارن که اکثرا با سرفه‌های شدید هست و بعد با کاهش در واقع تنگی نفس و علاوه تنفسی خیلی شدید، و اون موارد هست که میتونن واقعا از کمک پزشکان و پرستاران ما در مراکز بهداشتی درمانی استفاده ببرن. یعنی با تب 38 و 39 درجه هم باید خونه قرنطینه بمونیم فعلا؟ بله بله، حتما باید خونه قرنطینه بمونن و همون پروسه دو هفته‌ای که در واقع راجعش صحبت شده رو انجام بدن. خیلی ممنون. بریم سراغ فرن یه بار دیگه برای مرور شبکه‌های اجتماعی. بله، در روزهایی که بسیاری از کشورها درگیر مسئله کرونا شده بودند، ترکیه در حالی که رویاروی نظامیش رو با سوریه شروع کرده بود، مرزهای غربیش رو برای خروج پناهجویانی که در این کشور بودند باز کرد. با خروج هزاران نفر از این کشور و رسیدنشون به کشورهای دیگه، مشاهدات اونها هم منتشر شد، چه از طرف خود پناهجویان، چه فعالان حقوق بشر و چه خبرنگارانی که به پیش اونها رفته بودند. بعضی از اونها به ویروس کرونا اشاره کردند و گفتند که اونها مبتلا به ویروس کرونا هستند. در توییتر که نگاه کنیم، بین خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و همینطور فعالان برابری جنسیتی این مسئله بسیار عنوان شده. زینب پیغمبرزاده یکی از اونهاست، گفته که کرونا داره در ترکیه هم شایع میشه و از اونجایی که بیمه درمانی اکثر پناهجویان قطع شده، ممکنه با وجود بیماری به دلیل مشکلات مالی مراجعه به مراکز درمانی رو به تعویق بندازن. آیدا قجر هم خبرنگار به این قضیه از ابتدای ماجرا در توییتر خودش پرداخته و ویدیوهای بسیاری هم منتشر کرده. یک ویدیوی منتشر کرده بود همراه با این توییت و گفته که 10 روز قرنطینه پناهجویان در کمپی که در بوسنی هرزگوین بوده به خاطر ویروس کرونا، و از صحبت‌هایی که منتشر شده بود، از قول این ویدیویی که پخش شده، گفته شده که پناهجویان دستکش ندارن، ماسک ندارن، ژل ضد عفونی کننده ندارن و مسئولان کمپ هم بهداشت در قبال اونها رعایت نمی‌کنن و
دو پزشک هم بیشتر گویا در اونجا نبوده که بتونه انگلیسی با اونها صحبت کنه و موارد رو بهشون یادآوری کنه. این کاربر هم از قبرس گویا توییت میکنه و گفته که در 4 روز گذشته بیش از 500 پناهجو با قایق از ترکیه به قبرس آمدن. کمپ پذیرش با ظرفیت حداکثر 350 نفر در حال انفجار. خستگی در صورت همه بچه‌ها موج میزنه. احتمال ابتلا ما به کرونا از کادر درمانی بیشتر. پناهجویان عصبی تحریک پذیر هستند و ما خرد و خسته. امروز یک پناهجوی سوری و ادامه ماجرایی که چه در برای اونها داره اتفاق میفته در کمپ هایی که اونها در کشورهای سوم یا چهارم رفتن. یکی از بیننده های ما هم محمد برای ما ایمیل فرستاده و از قول فرزندش که در بوداپست تحصیل میکنه این رو برای ما گفته. گفته که نزدیک به 40 ایرانی در گروه هایی که 5 نفر 5 نفر هستن، دانشگاهی که فرزندش درس میخونه، اونها رو قرنطینه کرده تا ببینن که چه اتفاقی برای اونها میفته، آیا تست کرونا اونها مثبت میشه یا نه. اعتراض که کردن، گفتن که ممکنه که شما رو تهدید به اخراج هم بکنید و این برای ایرانی ها فقط داره اونجا گویا اتفاق میفته. اینو خواسته بپرسه که آیا نحوه قرنطینه کردن دست جمعی برای چه دانشجویان چه پناهجویانی که در کمپ های چنینی هستند درسته یا نه. و اینکه یه مسئله دیگه هم که اشاره کرده، ورود پناهجویان به مجارستان هستش. گفته وقتی که خبرها در مورد گسترش ویروس کرونا در ایران بالا گرفت، مجارستان هم مرزهاشو بست و نذاشت که پناهجویان وارد بشن، به خاطر اینکه در بین اونها تعداد زیادی ایرانی وجود داشته. آقای دکتر، این سوالی که بیننده ها دارن و همینطور پناهجویانی که ممکنه بسیاری از اونها الان بیننده برنامه ما باشن، آیا در حالت قرنطینه دست جمعی چه اتفاقی برای اونها میفته که بهداشت در اونجا رعایت نشه؟ آیا درست هست که کشورها این چنین اونها رو قرنطینه میکنن؟ سوال کاملا پیچیده و چند بعدی هست و طبیعتا از دید جهانی وقتی نگاش بخوایم بکنیم، در واقع جلوگیری از گسترش بیماری ممکنه لازمش یک جور اقدامات اینچنینی باشه، ولی خب قوانین حقوق بشر و حقوق اون کسانی که پناهنده هستن به کشورها هم نباید نادیده گرفت و در بهترین شرایط خب امید ما این هستش که اون جامعه پذیرنده پناهندگان این امکان رو داشته باشه که بعد از این که در واقع کیس فایندینگشون رو انجام دادن، روی اون کیس ها فقط قرنطینه رو انجام بدن، نه روی کل جمعی که حالا در یک قایق یا در یک گروه پناهنده با هم دیگه بودن. متاسفانه در شرایط حاضر گاهی اوقات این پروسه اصلی و استاندارد انجام نمیشه و در واقع انتخاب بعدی اون وقت این هستش که اگر چندین نفر در داخل یک گروه حالا متوسط یا بزرگ از انسان ها مشکوک هستن، همه اونها رو بیایم قرنطینه بکنیم، که طبیعتا اگر امکانات به اون پناهندگا داده نشه، باعث خواهد شد که تمام افراد در داخل اون گروه بگیرن. ما نمونه این رو کامل در اون کروز شیپ هایی که در حین سفرشون بیمارا پیدا شدن دیده شد و همه هر چند صد نفر داخل کشتی نهایتا مبتلا به ویروس شدن و خیلی هاشون جان باختن، که اصلا ما نمیخوایم شاهد این گونه فجایع باشیم. و در اینجاست که نقش جامعه انسانی در واقع خیلی خوب مهم است و جامعه بین الملل که بیاد کمک بکنه به اون کشورهایی که به طور طبیعی پذیرنده به خاطر شرایط جغرافیاییشون پذیرنده پناهنده ها هستن، که امکانات کافی رو داشته باشن، تست ها رو داشته باشن، وسایل ضد عفونی کننده و ماسک و ژل و اینها رو داشته باشن، که بتونن در واقع به طور خیلی اپتیمالی از اون گروه مراقبت بکنن بدون اینکه حالا همه گروه رو یک در واقع تحت قرنطینه جمعی قرار بدن. ممنون دکتر دانایی. دو تا سوال داریم، اگه میشه کوتاه‌تر جواب بدین. سوال اسماعیل رو بشنویم در مورد همین قرنطینه. تمام اعضای خانواده علائم رو دارن و ناقل هستن، آیا بایستی مسائل بهداشتی رو بازم داخل منزل رعایت کنن، یا اینکه چون همه با هم دیگه درگیر یه ویروس شدن دیگه فرقی نمی‌کنه؟ جواب شما رو بشنویم. خواهش میکنم. میشه گفت در واقع دیگه فرقی نمیکنه، اگر مطمئن هستن علائم اینقدر شبیه هم هست و در واقع در دلالت بر بیماری برای همه اعضای خانواده هست، دیگه شاید اصراری میتونن نداشته باشن که حالا همه سطوحی که همون چند نفر فقط دست میزنن رو ضد عفونی بکنن یا توی خونه ماسک بپوشن، که دیگه موردی نخواهد داشت. سوالات زیادی هم در مورد نحوه دفن و تدفین اجساد به دستمون رسیده. صدای لوکا رو بشنویم. در بسیاری از مناطق گیلان سطح آب‌های زیرزمینی بالا و از طرف دیگه گفته میشه که اجساد باید در عمق زیادی دفن بشن. همینکه آیا این در بلند مدت باعث آلوده شدن آب‌های زیرزمینی نمیشه؟ اگر جواب مثبت هست، چرا حل‌هایی برای این مشکل وجود داره؟
جواب منفی است. تا حالا شواهدی مبنی بر اینکه آب‌های زیرزمینی به طور کلی با ویروس آلوده بشن دیده نشده. یعنی که لازم نیست اصلا حتی در عمق بیشتری دفن بشن؟ نه، به خاطر که ویروس در واقع در بدن انسان مرده قابل تکثیر نیست، برای تکثیرش به سلول زنده احتیاج داره و اون ویروس هایی که در واقع بدن متوفا بودن حالا اونجا بمونن دیگه تکثیر پیدا نخواهند کرد و احتمال آلوده کردن آب و بدن از طریق آب متراشان نسبتاً کم هست. سوال دیگه ای رو سینا از همون پرسیده، ژل ضد باکتری آیا ویروس رو هم از بین میبره؟ مواردی که ویروس رو از بین میبره رو در واقع اکثر منابع مشخص کردن که همون الکل 70% هست، بتادین رو امروز مطرح کردیم و وایتکس رقیق شده هست. برای ژل ضد عفونی کننده باید روی لیبلش رو بخونن ببینن که دقیقا کدوم یکی از این مواد رو داره، ولی آیا در غلظت کافی داره یا نه. اونایشون که مثلا الکل 70% نداشته باشه ممکن استش که نه و از بین بردن اون ویروس موثر نباشه واقعا. یک دنیا ممنون از وقتی که به ما دادید دکتر دانایی. خواهش میکنم، روزتون بخیر. تکرار این برنامه فردا ساعت 12:30 ظهر به وقت ایران پخش میشه. مهمون فردای ما دکتر فرین کمانگر هستن، متخصص همگیر شناسی. بهترین راهی که میتونید سوالاتتون رو بر ما بفرستین اینه که صداتون رو ضبط کنید، به پیامگیر تلگرام ما با آدرس @bbc شما بفرستید و جوابش رو فردا ساعت 6:30 است به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان در برنامه زندمون بگیرید. تا فردا مراقب خودتون باشید.